בשם השם נעשה ונצליח. קראנו לזון כתהילים, תהילים הבחונים. יש איזה דידה מיניוני ושקט שי, נבשה אדם מחתיכם, בדם סגולאי כהסט, מחתיכם דר מזיגוי נהסט, שיהיה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, יעני בדוני כאילו אין מדיטט כאילו כאילו בג'וז השם, היץ' קודרתי תו אין דוניה וג'וד נדר. המת שלי עשה השם. המת שלי עשה השם. ומחתי השם בחד, יש איזה מישה, רק נחד נמישה. So to rod yet she's me khondam ye yerafa to israel bude kam to be'er sheva khodesh to tel aviv zendegi mikarde pederesh chiz maderesh atan shelidin dastana to ye pirkhone bude to ye pirkhone bude to fikaram be'er sheva yeki az sharhaye janubi israel kheli pirkhone khub teker mikardan hamesham charshanba miraftam onja pish maderesh بعد یه دفعه بهش زنگ میزنن میگن متاسفانه بد نیوز میگن مامانت حالش خوب نبود ما آمبولانس صدا کردیم بودنش بیمارستان مادرت عالم رفته مادرش پیر بوده مادرت عالم رفته اینا میگه چی ها اینا و میگن آره و واسه اینکه ببینین باید تسریع بکنن که هرچه زودتر بیا ما تمام مراسم رو چیز کردیم آماده کردیم تا تو خودت برسونی مثلا اونم چند فلان زودتر بیا برای مراسم مستقیما بیا چه بیا اینو بهشتیه اینا میره اونجا و تمام مراسم انجام میدن درستش پاره میکنه همه چی قدیش همه کارا رو میکنه شیوا میشینه هفت روز و اینا رو میشینه بعد چهارشنبه بعدش رفته تلفن خونش زنگ میزنه مادرش زنگ میزنه میگه کجایی تو چهارشنبه است اون هفته نیومدی گفتم شاید مشغول بودی و فلان میگه ماما شما هستی آره کیه منم خلاصه اینم نه دیگه چیزی هیچ نمیگه نمیاد اینو بگی ما وسط شیوانه شستم و قدیش زدم میگه باش خوشو بشو کن نه میام میام منو مخیلا کن میگه میام بعد زنگ میزنه به رئیس این چیزا میگه میگه چی شما به من چیز میکنین این هم میگه که میره چک میکنه میگه خطاتی آویتی پاشهتی میگه ما اشتباه کردیم میگه ببین یه زن دیگه به همین اسم یه طبقه بالاتر بوده وقتی به من گفتن من مطمئن میدم این مادر توه به تو زنگ زدن منو مخیلا کنه حالا چیزی نشد و بارو خشم اینا بعدش حالا این باید بره اطلاع بده به اون کسی که جدن مادرش مرده این نبوده زنگ میزنه به اون و اونم یه آدم بیق بیق اصلا بدون هیچ چیز و اینا زنگ میزنه بگه ببین I want to tell you ما we made a terrible mistake ما یه اشتباه لپی اینجا رو اتفاق افتاده و جنازش تعریف میکنه میگه ببین مادر تو متاسفانه همون داستانه داستانه امت بوده اسمه اینه درست یکی بوده بکنم یه بن بیشتر داشته whatever میگه که اینجوری ماده اونجوری رفته ما اشتباه هم به کسی دیگه گفتیم ولی میگه ببین میگه خب حالا من چیکار باید بکنم میگن هیچی مادرت بدون همه چی طبق مراسم صورت گرفته چیز کردن قدیش رو سرش زدن واسش طهرا کردن همه کارا کردن پسره میگه ببین این مادر من حق داشت میگه چی میگی تو میگه ببین من به هیچ چیز اعتقاد ندارم هیچ و به مامانم گفته بودم مامان تا تو جان به جان آفرین تسلیم کردی من جسدتا هدیه میکنم به بیمارستانا که باید ریسرچ بکنن
right? میگه من هیچ اعتقادی ندارم علما با اینا چی 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 right. مادر میگفت نه. مادر میگفت ببین من دارم به تو وصیت میکنم، من میخوام وقتی من مردم همه مراسم طبق هلاخا صورت بگیره، تهرا بکنن، قبرسون اسرائیلی این بکنن، قدیش بزنن، فلان بزنن اینا. هی به من میگفتن، مسخرهش میکردم، میگفتم برو دنبال کارت اصلا اینا. و مادرم آخر دفعه آخر من گفت ببین تو نمیخوای منو تکر کنی، هشه منو تکر میکنه. تو نمیخوای منو تکر بکنی، هشه منو تکر میکنی. هیت صدقه، این مادر من حق داشت، هشه تکرش کرد. هیت صدقه. Like, this is amazing. It's a true story that happened to Israel as well. Amazing. قشنگ همون جور که مادر واسه پسره میگه، میگه ببین چی صدقه. She was right. من اینجوری بهش گفتم، گفت تو من نمیخوای تکر بکنی پسرم، هشه من هشه منو تکر میکنه، هشه من تکرش کرد. چجوری اشتباه بشه و فلان که درست همه چیز همون جور که میخواسته طبق هلاخان چیز بشه. این عد میله و دو خب داستانه خوب همیشه خوبه. حالا بریم سر تهیلیم. تهیلیم بهتر از تهیلیم از که بود توی سهل نفر من گفت، گفت ببین دو چیز هیچ وقت زیادی نیست، گفت ته و تهیلیم، چای و تهیلیم. ها ته و تهیلیم چای چای ایرانی ها چای چای هنه باش چای چای. Anyway, تهیلیم تهیلیم is something else. خفت خواهی میدونی یه چیز داشته، یه تهیلیم خیلی واسش عزیز بوده، تهیلیم مادرش بوده. یه میدونی مادر من چقدر تو این تهیلیم عشق ریخته که من اینجا به اینجا رسیدم. یعنی تهیلیم واسش was precious. Precious. حالا واسه بچه هاتون تهیلیم میخونین حتما؟ بخونیم به اشکم بریزین که جشن اشکم بریزین. آره کشکا بریز رو تهیلیم. بچه ها ببینن. میگن ختم سفر، یه نفر میاد پیش ختم سفر میگه واو رفتم پسر رو تا دیدم چه تنبیر آخامی چه چیزی فلان. ختم سفر که از این کلاپوستی ها سرش بوده برمیداره میگه من چقدر گریه کردم تو این کلاهی تا بچه هم اینجوری شده. میگه من چقدر گریه کردم. مثلا تعریف کردم تو اسرائیل یه پسره هست، یه نفر هست، یه پسره بلچوه هم تو اسرائیل خیلی زیاده، روشکلله، این از هم روشکلله، خیلی خشوف، خیلی مهمه. بعدن دفعه تعریف میکنه میگه چی شد که من بلچوه شدم الان روشکلل شدم؟ میگه همش این تفیلای مادرمه. میگه ببین ما خانواده مذهبی نبودیم. این من یادم وقتی رفتم اسرائیل، زلمان اران این وزیر فرهنگ اسرائیل بود، این نوه اونه، وزیر فرهنگ اسرائیل بود، این هم فامیلش هم ارانه. سو میگه ببین، میگه مادر من ما چیزی نگه نمیداشتیم ولی همیشه همه شبات رو روشن میکرد. مادر من گفت مادر من همیشه شب شبات رو روشن میکرد، بابوش که شما شبات نبودن و اینا، و قبل از اون که شما رو روشن بکنه همیشه تفیلا بخوند. و اون وقت تفیلا میخوند میگفت که چی؟ میگفت که انشالله این بچه های من مثل بنگوریون بشن. بنگوریون وقت نخست وزیر اسرائیل بود، این هم وزیر فرهنگ بود، زن وزیر فرهنگ. بعد میگفت یه دفعه میدونیم بنگوریون یه دفعه تو اسرائیل خیلی سر این چیز بود، جنگ بود که میخواستن دخترها رو همه رو ببرن سربازی، دختره مذهبی هم ببرن سربازی، و خزانیش گفته بود که خزانیش گادول دور بود، گفته بود دخترها باید حتی خدا نکرده کشته هم بشن نمیتونن برن سربازی، چون برن سربازی سربازی دخترها نیست، بعدش هم دودی اصلا سینیوت نمیمونه. ارتش اسرائیل متاسفانه اینا داشت جنگ میشد. مماش بن گوریون تا
تصمیم میگیره که بره پیش خزانش، بره که جوری با هم دیگه چیز کنن که این جنگ نشه. و وقتی که بن‌گوریون میره پیش خزانش، بالاخره ستلش میکنن، قبول میکنه که دختران را، دختر مذهبی ها از ارتش آزاد میکنن. وقتی بر میگرده تو کابینه میگه من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. بن‌گوریون راجب خزانش میگه، بن‌گوریون راجب خزانش به کابینه خودش همش هم سکولار هم میگه ببینین سی واتبه، میگه من مذهبی نیستم ولی این خزانش همچین آدمی من تو عمرم ندیدم. وقتی اینا میاد واسه کابینه تعریف میکنه، وزیر فرهنگ زرمان اران هم میره خونه واسه خانمش تعریف میکنه، میگه که میگه ببین بن‌گوریون گفته این خزانیش اصلا من همچین آدمی ندیدم، چقدر فهمیده، چقدر صدیقه، تعریفش کرد. میگه این میگه که میگه مادر من از اون وقت شروع میکنه شب شبات تفیلا میخونه که بچهش مثل خزانیش بشه. میگه این گریه های مادر منه که من الان همش تفیلا و گریه مادره واسه چیزای خوب. البته anyway fine. سو برگردیم سر تهیلیم. کجا هستین؟ مزمور قف یوتبت میدونی این چیزا میذارن رو اینترنت، خیلی این چیزای تهیلیم ما خیلی گوش میکنن همه جا تو ایران این ورون. و دیروز نفر اصلا تعریف میکرد مادرش رفته نیویورک، یه چیز یه کپل گرتصدق دیده که مسلمان تو بعدن ایرانی شده، اومدن اسرائیل شده تو نیویورک. ما اینجا هم داریم بکی، اینجا مریم خانم اینجا ما داشتیم آره، ولی گفت تو نیویورک. بعدن گفته بود که گفته بودن تعریف کردن چجوری چیز شدن، گفته بودن رفته بودن رو اینترنت و اینا، خیلی از شعورای بنده ما نگاه کرده بودن بارو خواستم، یعنی خیلی زود ما دیروز هم اصلا تعریف میکرد میگفت اینا. ما یه دفعه من سکایپ کردم تو ماه که بود قبل از روش هشانه، جمع شده بودن تو ایران یه نتورک مدرسه است که بچه ها تورا یاد میدن، 1026 وقت گفتن 1026 براخا چیز دارن، شاگرد دارن تو شهرهای مختلف. بعدن همه معلم‌ها جمع شده بودن که من باشون صحبت کنم، سکایپ کردیم. بعدن این اتفاقش امیزینگ و اونا هم خیلی چیز بود که میگه همونجا چقدر میرن اونجا رو این چیزها رو نگاه میکنن. یه نفر اونجا بود و من گفت ببین من هر روز وقتی میرم سر کار، اونم راش کجا بود که دیگه من نگفته بود، یه داروساز هم گفته بود، گفته تو ورامین چیز داره کار میکنه از تهران، من تو چش میگم فریوی، چی میگم به فارسی شاهراه اتوبان وقتی میرم یک کلاس تیلی میتونم گوش میکنم، وقتی برگشتنم یک کلاس دیگه باروخ هاشم میم ز خود شما هست این کلاس تیلی باروخ هاشم خیلی روش تاثیر شد. anyway so از راه دور به همشون درود میگیم، ان شاء الله که عقدش برو خوب، همه مونه به هاشم نزدیکتر و نزدیکتر میکنه. this is the purpose. so مزمار قف یوتبت 112 تهیلیم هستیم، پاسخ دالت. یادم نیست کجا رسیده بودیم. زرخ با خوشخ اورلی شارین خنون و رخوم و صدیق. ابن عزر میفرماید که آدم صدیق هیچ وقت مایوس نمیشه. شاید خونی میشه، یادم نیست، اشکالی نداره. زرخ با خوشخ اورلی شارین، یعنی در تاریکی مطلق برای کسی که یاشار هست و امونا داره نور هست، یعنی هیچ وقت ناامید نمیشه. آدمی که میدونی امونا داره به عقابش برو خوب، زرخ و خوشخ تو تاریکی نور براش هست، نور بهش به صلاح طلوع میکنه. زرخ و خوشخ اونی شاریم و اون امونا که داره چیه؟ که خنون و رحوم و صدیق، که راجبه اینو حقادش بارو خوب، رحم و بخشایش حقادش بارو خوب. ابن ازرا میفهمید میگه صدیق افت هم رو میتیش رایت هیچ وقت مایوس نمیشه. و میگه یه از ناامیدی
اصلا توی دیکشنری اسرائیل وجود نداره، وجود نداره هیچ وقت. چون میدونین میگن مقوبلی، میگن که تمام چیزهای منفی و بلایات از چی میاد؟ از هستر پانیم میاد. همه براخا از چی میاد؟ از نور هشم میاد. بیکات کوهنه میگه یائر هشم پانا ولخای، خداوند انشالله نورشا به تو مستولی بکنه. همه براخا از نور شخینا میاد و همه چیزهای مثلا مریضی همه چیزهای اتفاقات ناگوار به هر چیزی که باشه استرپانی میاد. استرپانی میگه که اقابش برو خون مثلا روش از این پوشیده کبتون هم خودمون هستیم. بارها گفتیم رمخال میگه اقابش برو خون مثل یک آفتابه که همیشه داره میتابه، اگه نور به ما نمیرسه شیشه همون کثیفه. شیشه های ماست، خطاهای ماست که این نوره را محدود میکنه، نمیذاره به ما برسن. ولی چیزی که هست هسترپانیم هیچ وقت مطلق نیست. هسترپانیم رمخالی نمیاره تو کتاباش، هسترپانیم یعنی که هشم روشو از ما بپوشنه، هیچ وقت 100% نیست. هیچ وقت از مرگ که دیگه بالاتر نیست. حتی وقت مرگ هم میدونیم تو یک استخونی تو بدن آدم یه چیزی هست که تختمتیم ازش صورت میگیره، یعنی دو مرتبه رستاخیز میشه. یه استخون کوچیک هست که میگن هیچ وقت از بین نمیره، یعنی حتی بلا نسبت لوز رایت. یعنی تو مثلا فرض کنیم دور از همه همه اسرائیلیه که اسرائیلی که تو کورهای آدم سوزی سوزوندن، حتی خاکستر هم که بشه این ذره استخونه از بین نمیره. میگن تخیتم تیم الان مثل کلونینگ دیگه از اون صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت هسترپانین مطلق نیست، یعنی تو حتی مرگم it's not 100% هسترپانین، هنوز یه نور شخینا توی اون استخونه هست. بنابراین اسرائیل هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت no matter what. اسرائیل تو هولوکاست یه دونه آدم مذهبی خودکشی نکرد. داستانش هست یکی از این چیزهای اس اس مثلا تو تعریف کردم، این مخش ما قبل از اون که چیز بکنن برن پورای آدم سوزی چیز کنن، اینا رو میبردن همه خب شهرها رو از جوش گتوها رو میبردن، همه اسرائیل رو میبردن بیرون، گفتن یه خندق بکنن خودشون، بعدن تیبارنشون میکردن میبردن دست ها دید. یکی از همین این مخش ما اس اس ها که چیز تیراندازی بوده میگه ما اومدیم یه خانواده رو ردیف کردیم، پدر، مادر، بچه های کوچیک، بعد یه بچه کوچیکش گریه میکرد، داشت میترسید. این تعریف میکنه تو روزنامه آلمانی نوشتن اینا، میگه اینا داشتن میترسیدن، بچه داشت گریه میکرد، یه دفعه پدره بچه رو بلندش کرد، بغلش کرد، چیز کرد بهش، اینو اشاره کرد به طرف شمعیم و اینا، بچه آروم شد. بهش چی گفته؟ گفته زندگی تو داری میری پیش هشه؟ اس اس میگه این مخش ما مزخرا میگه اینا داداش همشون تیربارون میکنن. بله اسرائیل هیچ وقت نو مدر وات مایوس نمیشه. خدا نگیر از مرگ بالاتر نیست، ثبات از مرگ بالاتر نیست. مرگ از نات اند، مرگ از نو بیگینینگ. تازه یعنی مرگ اینه که مثلا از راه رو اومده تو سالن اصلی. مثلا اسرائیلی که امونا داره هیچ وقت no matter what. این تعریف کردم من چند سال پیش، یه خانمی بود دونم چلونم که از بچه های مالکلیس ها، من گفتیم این MS داره، خیلی پیشرفت کرده MSش، الان دیگه هیچی چیز نمی کنه، ولی هنوز حرفم دیگه نمیتونه بزنه، حرفم نمیتونه بزنه. ولی من ازش پرسیدم، گفتم این خب با حرف بزنه، گفتم اوکی، گفتم امونا داره؟ گفت آره. بعد تو سنت مونیکا بود اونجا، توی درست نزدیک بیچ رفتم اونجا، حرف نمیتونست بزنه، من تقریبا یک ساعت باش حرف زدم، همه چیز بهش گفتم ببین اگه تو امونا داری، امونا اینه که امونا یعنی این که این دنیا یک دنیای سپریه،
ما اصلا به خور خونده شدیم، دنیا چطور فقط یه ستپینگ ستونه اصلش علام عباس، و باید بدونی این سوریمی که تو میکشی بی خود نیست. بعد من نمیدونم بهش گفتم، گفتم من نمیدونم تو تو این دفعه که اینجا بودی چه کاری کردی که خدای نکرده اینقدر باید مریضی هایی نداشته باشی، جنتیک هم هست اینا، به زندگی هایی قبلی بستگی داره، گیلگول اینه. و بدون بهش اونجوری گفتم، گفتم ببین هر لحظه ای که تو اینجا تو تخت خواب تو بیمارستان با امونا اینقدر یسوریم ساید امونا تو برشم حفظ بکنی، از هزار ساعتی که من بشتم تو را بخونم چیزش بالا مزدش بیشتر، که با اینقدر یسوریم. She had a very tragic, من نمیشناختمش. Very tragic life. طلاق گرفته بود. دو دقیقه پسر داشت، پسرم یکنش کنم گی بود. من خیلی دلم سرسوخت. و بعدش هم میدونین، بعد از انقدر یسوریم، بعدش هم MS بگیر و MS و فلان چیز بکنه اینا. گفتم ببین، نکنه تو چیکار کردی که باید اینجوری سر یسوریم بیاد؟ قطع کردی خدا نکرده، خاص به خدا الله ایده از راجب گیلگول باش صحبت کردم، این علاوه اینا باور کنید بعد از چی داد اینا یه لبخند داد، این لبخنده واسه من روز برد، بعدش هم بلا هم رفت خدا نهید. و این موضوع این که اسرائیلی که امونا داره، این که دوید علیخ داره میگه، میگه زرخ به خوشخ ارلی شاری، یعنی تو چیز برای آدم های صدیق حتی تو مطلق ترین تاریکی ها نور زرخ نور تو چیز میکنه، چون هیچ وقت امید از دست نمیدن و امید is everything. این شما همه توی ایران فارسی هم میگن اینجا خداوند از هیچ کس امید ازش نگیره، امید نامید نشه. ولی یک اسرائیلی که امونه داره هیچ وقت امیدش نامید، گفتیم بدترین شرایط. بهتون گفتم این قبلا مشه خخمه یه سوال خیلی خوبی میکنه، میگه تو تورا حرف از آره نیکلات میزنه، شهرهای پناهندگی میزنه، و سه تا این طرف رود اردن بود، سه تا اون طرف رود اردن بود، و هشم به مشه ربنو گفت این شهرها را تعیین بکن که اگه هر کس خدا نکرده، میدونی هر کسی قتل میکرد میرفت اون شهر، چه قتل عمدی چه قتل غیر عمدی، چون میگن ایر میکلات، میکلات یعنی چی؟ شلتر. چی میگن به فارسی؟ اردوگاه. ها؟ نه اردوگاه چیه؟ ها شلتر، پناهگاه، شهرهای پناهندگی. ببینیم میکلات رفتیم تو اسرائیل، دیگه تو اسرائیل میکلات نمیسازن ساختمونه، میدونین؟ دیگه الان میشه میگن خدر بیدود، یعنی دیگه الان میکلات نمیسازن زیر ساختمونا، قشنگ اینجوری بود. الان تو ساختمونی که میسازن یکی از اتاقا را بتون خیلی خیلی ضخیم میزنن و استفاده میکنن ازش. و این حتی مثلا برای چیزایی نمیدونم اتمی و چیزای کمیکال و اینا محفوظه. من الان اسرائیل بودم، یکی دو جا خوابیدم تو خدر بیدود، قشنگ اتاق معمولیه ولی دیوارای خیلی ضخیم بتونی داره، ولی میکلات میشه شلتر. همه فلسطینی هم میذارن. آره اتاق معمولیه. It makes sense. این میکلات هایی که تو اسرائیل بود قدیما همش انباری میشد و کثیف، و الان دیگه دیدن هم دارن، دیگه لازم نیست. مثلا طبق دهمه، او طبق اینا نه لازم نیست بره پایین، یعنی تمام از پایین میدونیم به بالا یه اتاق خیلی زخمی نشون میده، لازم نیست برام پایین، خدا نیاره که شلات لازم نباشه میشه. الان به طرف ایرانس اسرائیل بیشتر از 250,000 تا موشک هدفگیری شده، شو حزب الله مخش ما مزخرام ایران عشم اشمار شمار اسرائیل داریم ولی شهر و اینشاره که استفاده نکنن ایش وقت از این میکلات ها. ولی منظور ایر میکلات یعنی شهر پناهندگی. حالا اینجا و میدونین طرف میرفت اونجا، هر قاتلی میرفت اون شهرها، بعدن بدین تصمیم میگرفتن کدومش عمدی بوده کدومش سهلی بوده. اونا که عمدی بوده که مجازات میکردن،
اونایی که سهمی بود خود برن تو این شهر میکلاد باشن تو تورا میگه تا وقتی که کنگادول اولام بره و اون وقت آزاد میشدن. حالا مشخوخا میگه خب چرا مشربنو سه تا شهر این طرف بود و اولام که گرفته بود و سه تا شهر اما تعیین کرده بود ولی این شهرها اکتیویت نشد مثلا شروع نکردن کار کردن تا وقتی بیاد یوشیا اون طرف اون بگیره. چرا نه؟ نشخخما میگه چون اگه یه نفر میرفت اونجا توی این ایرمیکلات هیچ امیدی نداشت که آزاد بشه. چرا؟ چون کوهنگادول هشم گفته بود که کوهنگادول که الیعزر بود با یهوشوع از زنده میمونه میره اون طرف رود اردن. ببینید میگه چی؟ میگه این هشم نمیخواد هیچ کسی ناامید بکنه، همیشه این امید باید داشته باشه، امیدش که آزاد میشه. این امید نداره واسه این میگه مثلا ایرمیکلات متوجه هست؟ It's amazing. مشه خخمای نمیه و این مشه خخما I just read it بهتون گفتم بودم. ما فکر میکنیم آدم های صدی زندگی های آسون دارن. مشه خخما رو به میر سیمخا اسمش بوده، ربی میر سیمخا یشیوای اور سمیخ توی یروشلایم به اسم اینه. ربی میر سیمخا این گان اولام بوده. من نمیدونستم اینه. چک داری این 260 دولار؟ اول شما گفتیم من صحبت نکنم. نه صحبت نکنید، چک ببیسید 260 دولار. اوکی فاین. سو چی داشتید میگفتید؟ ببینین اینجا این رابید میر سیمخا جست ایمیجین رابید میر سیمخا که جدن گاون اولام بوده، من باش رهبر دوره خودش بود. من روششوه من خیلی به این ارادت داشت. I just learned. این تو زندگیش بعد از چقدر که خانمش میسکرج میکنه اینه یه دختر بشه، یه دختر و اینو با چقدر چیزا اینا چیزش میکنه و بزرگش میکنه اینا و با هزار امید و آرزو بالاخره یه خاتون خیلی خوب گیرش میاد اینا چیزش میکنه از اینا خوبا و بیوتیفول. متاسفانه چند هفته بعد از عروسی دختره دور از همه دور از همه اصلا مشاوره آدشه از دست میده کاملا به جایی که مجبور میشن دختره رو برمیگردن خونه باباش و این دختره میدونیم فریاد میزده فلان میکرده چیز میکرده و مرسیم خواهد میاد خونه شا از محله ایسلا میبره بیرون که مردم آزار پیدا نکنن. میگن دختره با چاقو دنبال پدره بوده بدبخت چیزی چیزی مشهر عادی نداشته کدی و بالاخره خدا نهیره دختره بستریش مونه نمیخواسته بستریش مونه دختره رو بالاخره بستری میشه از بین میره. Could you imagine ببینید این آدم که و بهترین کتابای دنیا رو تو این ایام نوشته. How could he do such a thing؟ هر لحظه مماش خطر این بوده که دخترش با چاقو میاد دنبالش. ما فکر میکنیم که بینیم آه میگه فکر کنم آدم های صدیق ایسوریم ندارن. I mean, I couldn't believe it when I read that. رابی میر سیمخا از شهر دوینسک کتاب هایی که نوشته یک کتاب اور سمیخ نوشته، یک کتاب مشه خخما که الان دوورتور اگه گفتیم رجوع به امید از مشه خخماست ولی اسمش رابی میر سیمخا مدوینسک از یک شهر اروپایی. سوزارخ و خوشخ اورلی شارین گفتیم ابنزرا میگه که آدمی که امونا داره هیچ وقت مایوس نمیشه و همیشه امید. پاسوق بعدی توف ایش خونه نومالوه یه خلکل دوارا به مشپات. من میگه آدم خوب چیکار میکنه؟ بهترین فرم صداقا چیه؟ قرضه. طرف که بهش پول قرض میدی میدونی خجالت نمیکشه و اگه نتونست پس بده آدم باید ببخشه. باید توف ایش خونه نومالوه یه خلکل دوارف به مشپات کی لعلام لو یموت لذخر علام یه صدیق. در بدانید خود فرماید کسی که آدمی که میدونی is a giver بل صدقاست و صدقا میده لعلام لا یموت. پس اون قبلی این بود دیگه right. توف ایش خونه نومالوه right. کس که میاد و پول قرض میده
دست مردم رو میگیره به هر طرف کمکشون میکنه، لعلم رو ایمات میگه. نه تنها اینجوری به فارسی میگن که چیز نمیشه، بگم اینا کی میگه؟ ردک میگه. ردک میگه که لو ایمات، میگه فیزیکلی هیز گونه بی هلفی، مریض نمیشه. میگه گیوینگ، آدمی که جدن اولتیمتلی هیز گیور، صدقا میده، همش فکر دادن به مردم هست، خودش هم فیزیکلی و هم فاینانشلی، هم از نظر مالی هیچ وقت گوارا میگه. میگه اگه میخوای پولت وسط بمونه معصرشو بده. گوارا میگه وقتی آدم معصر میده، مثلا اگه میخواد نمک، میخوان مثلا گندم، گوارا اینجوری میگه، از پاسخ میاره. اگه میخوان گندم خراب نشه بشه نمک میزنن، نمک is preservative، preserve میکنه. همینطور هم صدقات دادن پول آدمو preserve میکنه. اثر میشوشه تی تشر، معصر که آدم میده، right؟ و البته معصر پولی که میده، پولی که با honesty، پولی که پول کاشر، right؟ کسی که چیز میکنه there is a guarantee. لویت متت، میگه لعلم لویت مت، یعنی دور از همه منهدم نمیشه، هم از نظر بدنش فیزیکلی و هم از نظر پولش، پولش واسش میمونه. right؟ میگن دو نفر بخواستم هم دیگه شریک بشن، میان از پیش پرمیشن هم فکر کنم، میگن یه رسپی بده واسه موفقیت. میگه رسپیش خیلی راحته، الف بت گیمل دالت. یعنی چی الف بت گیمل دالت؟ میگه امونا براخا، وقتی با امانت بیزنس بکنی براخا میاد واسه. الف بت امونا براخا، گزل دلوت گیمل دالت. ولی کسی که دزده فقیر میشه، فقر میاره، نمیمونه پول واسش. کسی که جدن، کسی که از راه نامشروع پول در میاره، پول واسش نمیمونه. کسی که میره میبینی شبات میره سر کار، پول در میاره، فکر میکنه واسش نمیمونه، پولش برخا نداره. امونا الف بت گیمل، امونا برخا، کسی که با امانت و صداقت بیزنس میکنه، چی میکنه؟ برخا میاد تو زندگیش. میشه گزل بگی؟ گزل دزدی دلوت. دزدی چیه؟ دزدی فقط نیست که برن یه بانک بدوزه. دزدی وقتی تو مثلا میرن نمیدونم این جنس های چیز از چین میارن، نمیدونم بدلیه، به اسم اس برند نیم میفروشن. دزدی سرمالو کلا میزنه. نمیدونم تلا تو کار تلا صرف، نمیدونم عیارش پایین بالا میزنه، دزدیه. گزل مال روسی هم هست من. الان دیگه این روسا خیلی تو لاین و اینا دزدی میکنن. باید تفلک یکی از دختران میخواست ماشین بخره، رفت آنلاین قشنگی چیزی دید و اینو ماشین اینو خیلی خوب و فلان، نگفتن اوکی ماشین رو بسید دلیور میکنیم اینو اون، باید بیه پول بفرستی. اینم رفت و پولا رو فرستاد اینا و همش معلوم شد. یه اینم میگن روسای دوز آنلاین دوزی او کنزی، رفت که رفت. ماشین در کار نه، از همش دروغ بود. آره نه این فاین من وقتی رفور تویوتا داشتم اینا شو نباید مواظب باشن دیگه. سو منی انقدر الان آنلاین دوزی خیلی زیاده، دوزی طرق مختلف داره. خب ببین کسی که میره شبات هم باز میکنم داره دوزی میکنه. هشم شو پرنزار هشم میده، اینم دوزیه. کسی که یا مثلا باید چیزای دیگه اینا این تو هر یه نفر خدا بیامرزتش تو کار، خدا بیامرزتش خیلی سده بود تو کار کارپت بود، right؟ بعدم گفتم میخوام از بیزنس بیام بیرون. گفتم چرا؟ گفت این شریک من میدوزه، مثلا میره میگه انقدر متر چیز میکنه بهشون کمتر میده، یا این اون دوزی اینا. یه پسر دیگه هست اینم تو کار جولری بود، گفت که من اینجوریه اینا، نم 11 بیشتر نیزن 14.
گفتم تو get out of the business. You cannot do that. رفت برو خشم رفت تو بیزنس دیگه، خیلی هم وضعش بهتر. دوزی it's all over. It's یا مثلا الان مثلا در اون آنلاین چیز میفروشن، ریفربیشت میفروشن ولی نمیگن ریفربیشت، این هم دوزی. یه مثلا تلفن های ریفربیشت چیزی نه، هر کسی تو هر چیزی تو بیزنسش اینا خیلی سخت. این چیزی میگن این مشهوره، یه نفر چیز بوده، یه نفر شوخت بوده، میاد پیش رئیسه سلنتر میگه من دیگه خسته شدم، این شخیتا خیلی کار مسئولیت سنگینیه، من اگه یه ذره اینجوری اونجوری شخیتا بکنم طرف و ایناست میخوام ول کنم. یه چی کار میخوام بکنی؟ میخوام میگم برم برم بیزنس. میگه ببین تو شخیتا کردن تو ممکنه 4 تا 5 تا عبرا بکنی، ولی وقتی تو بیزنس هر روز میتونی 40 تا عبرا بکنی. انقدر اون دروغ و دزدی میدونم جنس بندازی این واسهش میشواره. میگه ببین میگه واسه اینکه آدم رفیسه سلنتر میگه واسه اینکه آدم یک بیزنسمنت آنست باشه خیلی باید سپیریچوال باشه. خب حیفه این بره معلم بشه نره با دلار بره بچه ها سوره درست بره. اگه اینقدر صدیقه it's not easy. It's خیلی سر ساتان میدونین اولین فکر کنم اولین یه تراره مثل اتشانی میگه میگه اول پوله، بعدش چیزای جنسی و ایناست. اول گزل دزدی بزرگترین یه تراره است، دزدی بزرگترین یه تراره است. ببین I would say که اونم تو آمریکا کسی هم که ببینید تو تکس هم چیت بکنه اونم دزدیه. تو تکس الان میتونه به هر چیزی که طریق مشهور هرچی میتونه کمتر تکس بده، ولی نمیتونه دروغ نمیتونه میگه تو دوزی بزنه تو اینا مردم چیز نمیکنن نمیدونم ریپورت نمیکنن کش این اون اینا تو رای تو والا آدم اینا تو چی اینجا اینجا ببین اگه مثلا یک مملکت ظالم باشه اون حرف دیگه است، ولی آمریکا میدونه این مملکت ظالمی نیست، به همه کمک میکنه، به فقرا کمک میکنه، چیز میکنه اینا. نمیشه با تو تکس هم باید آنست باشن. anyway سو بعد یه پاسخ دیگه هم بخونیم و بریم سر هلاخای شبات و همونطور نزول. میدونی خیلی هم اینم یه چیز امروز داشتیم تو کلیسا میگفتیم نزول خاری هم تورا اسور کرده. نزول خاری طبق قانون تورا اسوره. واسه میدونین اگه مثلا دو تا اسرائیل با هم دیگه میخوان چیز بکنن باید هتر ایسکا داشته باشن، هتر ایسکا شریک میشن با هم دیگه. ولی ببین چقدر هستن تو ایران میدونین نزول خالی کردن باور کنین همه گذاشتن آمدن. همین جمعه خانواده بود خیلی چیز بود که خورد سرشون نمیخوام اس بیارم کار نزول بودن دیگه. نزول میدونین تورا سور کرده، اسرائیل از اسرائیل نمیتونه نزول بگیره یا نزول بده مگر اون که هتریسکاست. بعد مواظب هم باشیم بعضی وقت مورگیج میگیره اگه اون کمپانی که مورگیج میده it's Jewish مال اسرائیل باشه it's a problem، باید هتریسکا داشته باشن. مثلا اینا اینا باید چک کرد وقتی میخوایم مورگیج بگیرین. اکثر این کمپانی ها they are not چیز اسرائیل نیست، ولی اسرائیل میدونین نمیتونه نزول بده نمیتونه نزول بگیره، دوتایش آسوره. و البته عرض کردم مواردی وقتی هتر ایسکا که میکنن یه سند امضا میکنن که این لون که این نزوله نزول نیست، مثل که آدم شریک شده داره قسمتش را تو مثلا شعرش را تو پارتنرشیپ تو اون شراکت میگیره. حالا از بله ممکنه اگه پول رو گذاشته تو بانک، اگه بانک اسرائیل باشه it's a problem. مثلا اسرائیلی بانک اسرائیلی بانک اسرائیلی همشون هتریسکا دارن. هتریسکا اینه که یعنی میشه یعنی پولی که من میذارم رو تو بانک دارم دارم سهامدار بانک هستم یه جورایی، و اینجوری پولی که به ما میدن شراکت حق شراکته نه نزول. همه بانکای اسرائیل اینا دارن. حالا تو آمریکا هم اینو مثلا سفرا بانک فکر کنم I think it's Jewishly owned اونم داره فکر کنم، ولی باید بگیم ولی بانکای دیگه اینا چیز نیستن میتونیم ازشون اینترست بگیریم و اینا مسئله نیست اگه اسرائیل نباشه،
چون تورا میگه به گویم اشکالی نداره، چون گویما هم از ما بگیرن. ولی اگر جایی باشه که مثلا اگه مثلا گویما از اسرائیل نگیرن، مثلا میگفتن اسلام اونم قدغنه. حالا اگه جدن مثلا تو ایران مسلمان ها از اسرائیل ها این نزول چارجشون نمی کنن، اسرائیل هم نمی تونن گویما رو نزول چارج کنن، ولی معمولا در صد کیس اونا ما رو چارج میکنن، ما هم تونن رو چارج میکنن. خب میشموع را لوی را نخون لیبو با تو اخبهشه. هیچ وقت از خبر بد نمی ترسه. آدمی که امونا داره هیچ وقت از هیچ خبر بدی نمی ترسه. میشموع را شما میشه خبر. لوی را نخون لیبو با تو اخبهشه. کسی که دلش قرصه، کسی که توکل داره به هشم. یعنی برعکس، حالا این میدونید آدمی که قبل بهتون گفتم مثل یونا، یونا هنوی وقتی طوفان کشتی داره میشکنه رفته خور و پف خوابیده، میگن چی خوابیدی؟ میگه من از هشم میترسم. کسی که از هشم میترسه هیچ کسی چیز دیگه نمیترسه. No matter what آدمی که امونا نداره تو یوف میگه چی؟ قل پخادیم به اوزنام. یه آدمی که امونا نداره همش ترس داره، اضطراب داره. قل پخادیم به اوزنام. آدمی که امونا داره no matter what، هیچ وقت واسه هیچ کسی هیچ چیزی اتفاق نیفته. تو گمارا میگه که یه دفعه هیلل ازاقن داشت میمد که بره تو خونه، یه دفعه صدای فریاد شنید. فریاد، گفت من مطمئنم از خونه من نیست. یعنی چی؟ یعنی چی خونه من نیست؟ واسه آدم های صدیق ایسوریم نمیاد. مطمئن بود که تو خونه اون هیچ کس فریاد نمیزنه. اگه خدا اگه اتفاقی میفته میگن گمزار تو با عشق نازبتی زدیم. امونا داشت that's right. وقتی میگه من مطمئن از خونه من نیست، نمیگه که یعنی خدا نیاره، نمیگه تراژدی تو خونه من رخ نداده، میگه این فریاد به اینجوری از بیتابی کردن از خونه من نیست، چون زن و بچه من طوری تربیت کردم که حقادش برو خو it loves you، اگه سرت هم آمپولم که میزنه it's out of love. نه که واسه هیلل اتفاق نمیفته. دیدین میر میدوینسک همین اسمش هم میرزه، همیشه هم به سیمخا بوده. ببینید چقدر ایسوریم. واو ویلا آدم اینو آدم اینو نگاه میکنه ولی ما ایسوریم داریم در مقایسه با اینا جدن. این آدم جدن وقتی این رو چیز میکنه میگه اصلا چیز میشه. ببینید من فیلمتون گفتم تعریف کردم قبل که برم دوست شبه قبل که برم اسرائیل، یه راب خاصیدی از هر سال میاد اینجا راب بریزم. این اومد فقط ما با هم یه غذا خوردیم با ویلا. این شروع که تعریف کردن نمیدم یه دخترش سه دفعه تالا طلاق گرفته، دیوونه است. چکارش کنه دختر من؟ I love her. این پسرش اینجوری شده، این دختر یکی از نمیدونم یه دخترش یا عروسش نمیدونم یه به تو مثلا تعریف کردم نه بابا میرم چیزی یه چیز مغزی پیدا کرده بود که از دکترها توی سیاه جوابش میکنن. میرن بعدن میره پیش راب فیرر بهش میگه دو جا هست که میتونی اینو مداوا بکنی، یا باید بری فینیکس اریزونا اونجا 150,000 دلار بود، یا تو هانوور تو جرمنی یه بیمارستان هست شکل مغزه، دکترش هم دکتر مسلمان ایرانیه. آره اونجا فقط 50,000 یوروست. میگه دخترم بردم اونجا و چقدر با ویلا اینا بارو خشم خوب شد. اینم اینجوری گفتم ببینم چند مرخه بچه داری؟ گفت بودم از هیچ کدومشون جدن نخط داشتی؟ گفت نه. گفتم ببینم how do you do it؟ جدن how could you اینقدر یسوریم؟ گفت ببین خیدوش هرین میگه که ساروت و هشم میفرسه، یسوریم و هشم میفرسه، ولی عقمت نفش ناراحتی و دیپرس شدن ما تصمیم میگیریم که بگیریم. صدا ما دیگه عقمت کنه که اینا
آدم اینا رو نمیدونه واقعه دار. آدم فکر میکنه مسائل همه یه سوریم دارن. آدم نگاه میکنه ببینه. واسه اینی که من وقتی میرم اسرائیل تو اون فیلمه من جو کراوات نداشتم. رباسه هم توضیح دادم. گفتم من هر وقت میرم اسرائیل کراوات رو بر میدارم. گفتم ببین کاتسکره به میگه که لاما یش میتوه علیالا رگل همه باید برن یروشالایم. کاتسکره میگه هر راوی تو شهر خودش فکر میکنه راوه. میره تو یروشالایم میبینه هزاران راو بالاتر هم تو خیابونه هستن. تو اسرائیل کسایی که راو هستن کراوات میزنن. آدم های معمولی کراوات میزنن. So anyway منظور که دارم جدن هم نگاه میکنه جدن اینا تمام اینا آدم نمیدونه این آدم های صدیق تو زندگی خودشون چه یه سوری میدارن. فکر میکنم نه they have it good they don't من نزدیک بودم به این رابشنور کاتلر روششوهای لیکوود چه یه سوری میتونه زندگیش داشت. من اونجا بودم وقتی پسر 22 سالش که خانمش تازه زایده بود از بین رفت. خلموید پسخ سال 1979 من تو لکود بودم و این با این توی این چرایط هی از من میپرسید بچه ایرانی ها همشون جا دارن همه خودش مریض شد سخت این نوشته سویواب نیست ارام اود هرچی که اشخاص به هشم نزدیکتر باشن هشم بیشتر مطلب خشخاش میذاره که خود از سهارا ها؟ جریمه میکنه بیشتر ببین اینا علمابایی که اینا دارن میدونیم اصلا قابل تجسم نیست واسه این عقل شما چکار میکنه مطلب خشخاش میذاره رو کوچکترین آوونی که اینا بکنن هم میدونین حسابی چیزشون میکنین که اونجاشون اولا اینا نوشته سویواو نیس آرام اود اینا که به هشم نزدیک هستن سآرام یعنی تار مو حتی هشم همه کارشون میذاره زیر ذره بین ولی he is a loving father believe me الا بلا he is a loving father چه تلاخه شبات هم چیزی بخونیم و اگه اینترستد باشید من به عزت هشم از ماه کیسلو چهارشنبه شب ما قراره که من میخوام همیشه مثلا تاریخ یهود یاد بدم so we're gonna have a new series چهارشنبه شبا کلاس که من دارم هشت این هفته نه این هفته هفته دیگه هنوز فکرم از هفته بعدش شروع میکنیم از اول تاریخ یهود از آدم ریشون anyway ملخای شبات yes اگه ما جایی دعوت باشیم شب شبات نخوام خونه خودم روشن کنم یکی میترسم خیر بشه یه اتفاقی بفته خونه مالوان نیست میتونم برم خونه اون زودتر برم شب روشن کجا میخوابی؟ نه برمیگرد خونه خودتو میخوابی تو دستشویی میشه بزن میتونین ولی خب براخره نمیتونین نه من اونجا براخره زود میرم که بتونم شمع شبات اونجا روشن کنم بعدن خونه دخترتون پسرت خونه کی میره؟ خونه خواهرم بعدن اونا نه آخه ببینید سفارادی ها توی یه اتاق یه نفر بیشتر برخواه نمیگه ما با هم همه ما باید نیستیم برخواه میگیم برخواه شمع شبات همه میگین؟ آره من با دخترم باید نیستیم یکی خونه اون برخواه میگیم یه برخواه خواهرم یه برخواه میگیم همه با هم اگه مثلا میدونی خونه خواهرتون میرین کاری که میتونن بکنن اونا مثلا تو بدروم روشن بکنن براخوا بگن شما تو دنگی برو اشک نزیا میکنن ولی تقیقه به شورخان روخ وقتی تو یه جا شم براخوا گفتی دیگه that's it یکی دیگه براخوا نده میتونی روشن کنی ولی it's not a big deal براخوا نمیدیم ولی اگه براخوا واسه تون مهمه وقتی که میتونی بکنی اولا هنوزم بهتره که تو خونه روشن کنید سیف بذارید قشنگ چیز کنید که مسئله چیز نداشته باشه الومینیوم فویل بذارید یا از این تی لایت ها بذارید واقعا روشن میکنه خب ولی سیف چیش بکنید یعنی به باید سیف باشه اشکال داره تو دستمون ظرفشویی بذارم تو دستشویی وقتی تمیز و خوبه تو آشپزخونه میتونم بذارم
تو خونه خودتون میدونی شمع روشن کنین، اگه جایی که میخوابین روشن کنین، چون تو خودتون میخوابین بهتره که شمع شبات هم تو خونه خودتون روشن کنین، سیفش بکنین، یا تی لایت بذارین، حالا اون شب با روغن روشن هم تی لایت ها سیفه. تی لایت از این چیزای کوچکای حلبی نه، ولی اگه بخواین اونجا روشن کنین با برخا میتونین، منتها باید مثلا خواهرتون اینا اونا هر کسی جایی که میخوابه اونا روشن کنن، شما جای قضا که بتونین برخا بگی، ولی در هر صورت میتونین روشن کنین بدون برخا. گفتم این دو تا میتسوا مختلفه، میدونین برخا گفتن و روشن کردن این دو تا میتسوا. anyway fine، خواهش میکنم. دیگه چی؟ روز شبات بنیان اسوره، راجب این صحبت نکردیم، گفتیم ساختن. حالا کسی که نمیاد روز شبات nowadays بیاد ساختمان بکنه، من باید بدونیم اگه اصلا تو خونه میخواد ریمادلینگ چیزی بکنه نمیتونه بیاد روز شبات کارگر بیاره تو خونه، مگر اینکه کنترات کرده باشه با یکی اون این کار بکنه. اگه تو جویش نیبرهود باشه it's a problem، کانترکت هم باشه نمیشه. مثلا این باید مثلا اگه داره ریمودلینگ میکنه، رنگ میکنه فلان و اینا، روز شبات نمیتونن بیان کارگر رو کار کنن، شبات موعد دیگه. چی بنیان دیگه چی داریم؟ اوهل، یعنی میدونین چتر چیز، مثلا چادر زدن هم تنت، اونم بنیانه، همینطور هم چتر. یعنی چتر روز و شبات مختص، چه عجب، چون وقتی آدم چتر جگون است که مثل یه اوهل درست کرده، مثل که سخفی واسه بالا سرش درست کرده، بنابراین این مسئله پیش میاد که اینم بینید. اگه جمعه این کار رو بکنه، مثلا مهمون داری برای تو حیات، جمعه چادر میزه، اون مسئله نیست، داری میگه راجع چتر باز کردن هم روز و شبات نمیشه، اصلا چتر مختص خدا بیا مرزدش. میدونین راب لوی، من یکی از برادرام روز شبات بریت میلاش بود، شبات بریت میلاش بود و راب لوی نمیدونم میشناختینش، صندوقش بود، روز بارونی بود. من یادمه که یکی از فامیلای ما روز شبات با چتر رفت راب لوی رو بیاره و راب لوی انقدر چیزش کرد که چی؟ چتر؟ مختص روز شبات؟ من بچه بودم ولی در صورت بدونین که روز شبات چتر مختص، اگه از بارون میاد به این آدم باید در نظر داشته باشه که باز کردنش، نه؟ باز کردنش مختص، خب میگم بالا سرم نگه داشتن مختص، چون وقتی شما میاریم بالا سرتون که چادر زدین اینجا سخت بالا سرتون درست کردین، حتی اگه قبل از شبات هم بازش کرده باشن نمیتونیم برش داریم. ولی البته قبل از جمعه اشکالی نداره، مثلا کسی مثلا فرض کنیم تو بکیاردش از این چیزا داره، اون رو قبل از شبات باز بکنه و شبات میخواد بره تو سایه بشینه، اون البته مسئله نیست. دیگه چی؟ همینطور یه مسئله دیگه که پیش میاد سر کالسکه بچه است. کالسکه بچه میدونین یه چیز داره، یه آفتابگیر داره، اونم رو باز کردن روز شبات یه پرابلم، مگر اون که اگه یه خوردش بسته بود به صورت باز باشه میشه تکمیلش کرد، اگه یک تفخ 10 سانتش باز باشه اون توصفه چه دیدره بانون هست اشکالی نه، مثلا شدین؟ یعنی این چیزه رو آفتابگیره را اگه کاملا بازه، یعنی نمیشه چیزش کرد، نه اگه بسته است میشه میگرد اونجوری نمیشه، اگه یه ذرهش چیز باشه میشه تکمیلش کرد. سیم خط تو را میفرماین که اشکالی نداره که سیسید بگیرن بالای سر بچه ها، نه چرا؟ because این برای چیز نمی کنن، برای سایه نمی کنن، برای کابوده، فقط اوهلی که برای سایه می کنن یا برای پیشگیری از بارون اونه که آسوره، اون سقف این گگ محسوب نمیشه. برای من دیدیم تو خیلی از کلیسه ها همه بچه ها رو جمع میکنن یه سیسید بالا سرشون، برای خاطر میگن روزیم خطر اون اشکالی نداره. What about بعضی ها میگن که روز شبات نمیشه مثلا تخت خواب سفری یا کات و اینا رو باز کرد، چون اون همیست که داریم میدونیم یه مثل سقفی کرییت کردیم. اینا که میگن نمیشه، چون خیلی وقت آدم
میاد مثلا زیر تخت خواب یه چیزی میذاره، وقت مثلا اینجا چیکار کردی؟ مثلا یه چیز درست کردی، جادونک. ولی راو بعدی هم مغیر هستم، میگن اشکاری نداره، میگن میتامیت کپلت، یا مثلا میز، right؟ میز مثلا میزای فولدینگ اینا میشه باز کرد، صندلی میشه باز کرد، میز میشه باز کرد، بعضی ها مخمیره. اینها مسئله نیست. خب میشکفت، میگن که چی؟ میتونه آدم روز شبات با دوربینا که الکترونیک نباشه میتونه میزونش بکنه، میخواد ستاره رو ببینه، بشه که الکترونیک نباشه مسئله نیست. میگم چه عجب right. چون بعضی میگن که بونس، یه وقتی که چیز میکنن مثل ظرفه داره میسازی، وقتی دوربینا تنظیم میکنن. راجب عینک میفرمایند که عینک اگر بعضی میگن که مثلا اگه شیشه عینک افتاد، اگر روز شبات بذاری سر جاش مثل که ساختی، این بستگی داره. اگه شیشه عینک که شیشهش در میاد و میذارن مسئله نیست، ولی اگه مثلا شیشه در اومد که بعدی پروفشنال بذاری سر جاش، اونا البته روز شبات مثل بونس. بنیان ساختن فقط ساختمون نیست، وسیله هم بنیان که بله تمیز کردنش میشه. نه شور میتوه هم هست، آدم خیلی وقتا میدونی این بدبینه چون عینکش تمیز نیست، آدم وقتی عینکش تمیز بکنه خوشبین میشه. اوکی شبات خوبی داشته باشه.